سلام، مخلصیم، خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره به اجرای زیروتون وان کید تو برنامه فایر این دی بوث ریاکشن بریم که این میشه دومین همکاری اینترنشنال و بین المللی زیروتون وان کید برای نشون دادن رپ فارسی ایرانی و بالا بردن پرچم ایران، دیگه پرچم رپ فارسی تو کل جهان. اولش چی بود؟ برنامه پلاگد این با بود. فیومز آره. که اوور، یعنی بالای 1 میلیون ویو داشته، و حالا این برنامه که میزبانش هم چارلی اسلاث، خیلی معروفه اونم. و اینکه رفتیم چک کردیم این برنامه آره رو و اینکه دیدیم که خیلی از رپرای معروف و خوب تو این برنامه خوندن، مثل دریک. درسته؟ دریک دیگه گنده ترینشون آره. دیگه دریک. بعد 10 میلیون ویو خورده آره بود. پشمام ریخ، خیلی خفن بود. آره. بعد خیلی کار بزرگ و خوبی داره میکنه، دمش بله گرم. دیگه حالا داره، یعنی میخواد معرفی کنه دیگه، و یعنی مارکت رپ فارس رو وارد کل جهان میکنه دیگه. امیدوارم که تو این برنامه هم مثل حالا پلاگدین که خیلی وحشی بود دیری، که من ریاکشنش رو تکی رفتم، ببینیم تو این برنامه چیکار میکنه، بهتره کنه پرچم ایران رو بیاره بالا. یه کوچولو بریم بیان، بعد بریم سراغ Fire in the Booth with Zero to One Kid. Let's go. خب قبل از هر چیزی اگه چنل رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بزنید، لایک و کامنت بترکونید، لایک یادتون نه. خب بریم سراغ ویدیو ببینیم آقا این زیرتون وان کید چیکار کرده. این ویدیو هم 6 دقیقه و 56 ثانیه است. آفرین. بله. و اینکه از چنل خود چارلی اسلاس منتشر شده. بله بله. 1,040,000 تا فکر کنم آره سابسکرایب. بله سابسکرایبرش آفرین. و اینکه تو کامنت ها گذاشته بودن اینقدر حرف خانم تو قطع نکن، من حرف تو قطع میکنم خودش. نه ما همون حرف هم تکمیل میکنیم. نزنید منو آقا، لیتس گو. وقتی من بودم فرانلاین زخارم چت کردن آنلاین، بعد خام شمشی رو چت ویبه شد رپر مورد علاقت لیلی. چیز بود اینترو پاریسا پریزنت I know you're going to dig this. Oh yeah. Perfect. Fire in the disclaimer. All man is going to the important time of the show once again, my favorite part of the show. Fire in the booth. 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 We never do it polite, we only ever do it right. Oh, come on. آقا این شعارشونه دیگه. الان واسط میذارم. اینو حالا من الان بعد یه بار گوش بدم ببینم چی گفت، ولی یه عکس زیرتون وان کید با همین چارلی اسلاس گذاشته بود 2-3 روز پیش تو اینستاگرامش و این شعار رو نوشته بود. فکر کنم شعار خود چارلی اسلاسه. گوش کن. We never do it polite, we only ever do it right. We never do it polite. میگه ما هیچ وقت اونو مؤدبانه یا با ادب انجامش نمیدیم. ما فقط اونو درست انجام میدیم. Let's go. We're in London right now. Zero to one kid in the building. Come on, how you feeling, my G? Steady, man, steady. I see you be making. چقدر مثبت شده. اصلا هیچ وقت من اینو زیرتون وان کید اینطوری ندیدم. همیشه در حال شاخشونو کشیدن و دیریل خوندن و پروبازی دیدم. چقدر بچه مثبت و استرس داره مثلا اینکه. و این برنامه فکر کنم زنده، یعنی پخش شده. آره. وقتی همین قضیه خوره استرس داره دیگه. How you feeling, my G? Steady, man, steady. I see you be making moves out here, bro. Yeah, come on, bro. That's how we're doing it. Come on, bro. You know what time is when you hear this, right? Come on. Now it's time to rumble. Yeah, yeah. Yes, 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 yes. Aye. Come on. Yeah. Let's go, bro. Aye. Let's go, let's go. 021 kit. Make it lit. You download the thing. Drill Shout out Charlie for getting me in. Yeah, listen. Come listen, on. Look. سوتونم یه میلی زدیم پلاگد این فایر اینه بوف نکویم حیفه رپ فارسی چارج وان باتریش چون موتورشو من زدم اندل. راست میگه آقا. ببین خب همون حرفی که من زدم، میگه تو پلاگد این 1 میلیون ویو زدیم، حیف نیم تو فایر این ده بوث هم یه خودی نشون بدیم. و میگه باتری
رپ فارس هم من هندلشو زدم روشنش کردم. راست میگه خداییش خیلی داره جون میده بهش دیگه. اون آوردش تو این سبک دیگه. آره. فایرین بوف نکویم حیفه. رپ فارسی چارج بام باتریش چون موتورشو من زدم هندل. این بد بیه که میرم باش ریز. بوجی مال NW8 اگه شب بخوام باش با تیلشم مجبورم بکاپ مشنگ توی میفه. زندگی واقعی جیل کردم. داشی یه درصد نکن شک تو. از رفقا قدیمیم بپرس بهت میگن هاو منی آپ شدن چک خور. تو این بازی هم اومدم متوجه شدی؟ چه خفن قاطی کرده این انگلیسی پرسیدن. گفت من تو زندگی واقعی دیریل کردم. دیریلم حالا کلا سبک خشنیه دیگه. خب میگه من زندگیم کلا خشن بوده. حالا اگه باور نداری میتونی بری آره دوستان بپرس که من چند نفر زدم چکیشون کردم. آره خب تیلشم مجبورم بکاپ مشنگ توی میفه. زندگی واقعی جیل کردم. داشتی یه درصد نکن شک تو. از رفقا قدیمیم بپرس بهت میگن هاو منی آپ شدن چک خور. تو این بازی هم اومدم دست پر قفلشم و دستم پس برد. باز برسم به هدف هر تو رو فاز اون ساخره رو نیستم در کل. از 2013 زبل شیکوندم هرچی تو رام بود تلس. آخرین نفری که رو من گرفت ازم یه خط روی صورت گرفت. واسه قدیمام تنگ میشه دلم. تنها میزنه سرم آبلاگ برم. بیبیم آبسس نمیکنه ولو. مارکت دیریلم دستم فعلا. چند بار دیگه مارکت دیریلم که دستمه فعلا. یه هر چی میخونه دیریل دیگه. آره. ولی خدایش هم روبیت دیریل میشینه. آره. بعد واضح میگه من خوب میخونه. آره خوب میخونه. یعنی سواره دیگه. آره. بیتو جر میده در واقع. لایک برم بیبیم آبسس نمیکنه ولو. مارکت دیریلم دستمه فعلا. چند بار دیگه باس بگم پدرم تا به این زخارا بشه دیکته. پیکلت گندست به یه ورم. رمبو من 15 اینچه زینکه به چرخ آرنج ریختت. به هم میریز اگه یه وقتی شیزه بل. دعوتت میکنیم بیا های و چینگر مجانی گیوه وی آن گلاوی بروسکی بکن اوز در فوری آن مینو لکن. If I catch me open in traffic تو این دا یا بک در چهن. Broski got the strongest Brocky on a full store rod to splash him. Some old school friend that we know who's been from day one about that trapping. Man's had fit chase like a movie. Cats in a band or snitching snooze. This bad. آقا ببین سخت آقا. یعنی شما بیای انگلیسی توی برنامه زنده بخونی باید تسلط داشته باشی. آره چند سال اونجاست؟ نمیدونم. خیلی مسلطه. مسلط داره میخونه. فکر کن یه تیکه اینجا یه مثلا اشتباه بخونی تا آخرش رو دیگه گن میزنی دیگه. ولی خب این الان ریسکشو قبول کرده داره انگلیسی میخونه. دانشگاه خیلی هم و ما هم که من انگلیسیم خوبه ولی خب متوجه نمیشم چی میگه. خدایش خوب میخونه اصلا واضح خیلی میخونه. ولی خب من اگه مثلا زیرنویس چیزی داشت متوجه میشم. اصلا زیرنویس نداره داره. What the fuck. Oh. The strongest Brocky on a full store rod to splash him. Some old school friend that we know who's been from day one about that trapping. Man's had fit chase like a movie. Cats in a band or snitching snooze. These bad bees moving bookies. See me in flesh, don't send man's nude. In N1 ride in a two seat painting. Awkward then change man's mood. Step on a two step then we go. بازم نمیفهمم چی میگه. حالا که زیر نمیزم آوردم بازیر نمیزم تون در میکنه. آره. اصلا واقعا خیلی چیز نیست. آدم نمیتونه معنیشو شاید متوجه بشه. چون دمشکم حفظی همین جوریه. تک داره میره تکنیکی هم کلن. آره تکنیکی هم میخونه دیگه خودش. آره. قویه کاراش. Shoosh it, different raps, we pick and choose. Two times right on an up lock, trying to get my man if he gets knock knock. And again trying to hit that doorsteps, the neighbors all hit gunshots. Bad D wanna kiss and cuddle. فقط اینو گفتم نمیدونم میاد ناک ناک میکنه دم درت و همسایه اگه بیا نمیدونم فقط گانشات میزنیم و این چیزا. اینجاشو فهمیدم. بذار همون خاموشش کنیم راحت تره بابا. لذت ببریم. Man tall head, give me that slop top. My bedroom stack that bread. I be all next summertime. Pull up with the drop top. Perfect. Come on. 0-2-1 building. Building. Yo, building. You know? Yeah. Oh man, flexing on him. Parachuting. Come on, bro. Fight. Yeah. هی دکمه میزنه صدا مو انفجار و شکست شدن این جب میده دیگه. آره. و آقا من هیچ وقت اینو باز من میگم من هیچ وقت زیروتون مانکی دو اینطوری ندیدم. آره. فقط مستعسل. آره. بنده خدا. Come on, bro. We ain't done yet, bro. We aren't done yet, bro. ما هنوز کارمون تمام نشده. Let's go, آقا. To hit moving, man. 021 K. Come on. My killer. Yeah, bro. Yeah. Yeah, yeah. Let's go. Dan, no. Shout Cosfinger, my guy, on this one. Shout Charlie. It's Cosfinger, baby. Yeah.
Listen yo رپ کارو مچورشو من زدم اندل کوبیدم ایران پرچمشو هیچا رو دونه دونه میندازم رندر رو کن میزنم سرترشو چون منو شنکم با هم شدیم بست فرند بعد خوام بخونه اشدشو حتی اگه بالاتر باشه انگیجت ولی باز بدون من دستم سوت پس من منگو واتیکان اومدم پلسم سمت باکینگام با مندم نمیخوام بادیگارد بی بی سی اکسترام نمیرم استوری تاک اینو گفته بود اینو تو لایوش گفته بود که آقا من اگر تو برنامه بی بی سی دارم پخش میکنم این بی بی سی کلا جدا از اون بی بی سی و سالیتاک اون لیتاک و این چیزا یه فاز شاهین نجفی توریه دیگه خب اگه با این بر موافق نمیشه با اون بر حال نمیکنه آره یعنی الان خودشو براءت کرد براءتشو اعلام کرد نسبت به سالیتاک و بی بی سی فارسی و این چیزا آفرین آفرین این خوبه گیجت ولی باز بدون من دستم سوت پاپس من منگو از واتیکان اومدم پلسم سمت باکینگام با مندم نمیخوام بادیگارد بی بی سی اکسترام نمیرم استوری تاک ته هفته است نمیدونم با کیام ولی 100 درصد لای دافیام میشم تو شیکر تاپیو بعد شامپای میزنم خاویار باشی از این فیچرین 20 بگ نمیدم 20 بگ به آنلاین یا زاخواس بترسه کیدنپ شه من دید دد شد آن گاد یا وقتی من یه زاخار بعد بترسه کیدنپ شه یعنی کیدنپ یعنی آدم ربایی خب میگه حواست باشه ندوزیمت بچه جون بدان لاین یا زاخواست بترسه کیدنپ شه من دید دد شد آن گاد یا وقتی من بودم فران لاین زاخارام چت کردن آنلاین بفهم شمشیر و چت ویوش و رپر به به معلومه من نمیدونم کیو داره میزنه ولی خب میگه وقتی ما داشتیم ما فرانت لاین بودیم یعنی خط مقدم بودیم حالا تو رپ منظورشه دیگه زاخارا چت میکردن آنلاین یعنی با باسشیه وقتی من بودم فران لاین زخارام چت کردن آنلاین بعد خام شمشیر و چت ویوش و رپر مورد علاقت لیلی از 2013 بیرم چون رشتم نبود انسانی ولی تیزی خودکارم آشناس با اونایی که میخوندن معماری یوزر خریداش کم اخیرن بینم جدیدن پک میگیری اکی لاک بیرون کردم با لگت در پارک هاو منی آبس من تکی سخت نمی کنی پیدا رو بدنم چه الان چه وقتی تهران بودم ولی نزدیک بود چش آبم و درارم سر چهار و چهان کودک شنکو دادم خورد پس میگه زخم نمیبینی رو بدنم نه الان که اینجام نه اون موقع که تو تهران بودم آره. فقط نمیدونم سر چهارا چی چشه چشم آبمو در آب میبرم نمیدونم اینو متوجه نشدم اصلا داستانشو نمیدونم چی بودم ولی نزدیک بود چش آبمو درارم سر چهارا چهان کودک شنکو دادم خورد پستونک پریدم رو ترکو پیچیدم موشک آخری نفری که گرفت این داستانیه نمیدونم داستانش چیه حالا اگر شما میدونید کاملش واسمو بنویسید تو کامنت ها این داستانو تو پلاگ اینم گفت بکنم که نمیدونم پریدیم رو موتور رو گرفتیم این بر گرفتیم اون بر رو یه چیزی یه گفت آره من نمیدونم چیه ولی خب فکر کنم داستان جنگی و اکشنی داشت آره چون کودک شنکو دادم خورد پستونک پریدم رو ترکو پیچیدم موشک آخری نفری که گرفت رو من زلش کردم با خط به صورت ببین بچه تخس نیا لفتشو رو کنکتشو اگه داری خطشو با چپ پر میارم ارتشو پنج شنبه رو میکویم تا شنبه صبح کسی بک تو نداره تکی بیا با گنگت باز کارد لکی اینا همه ایتر مهرت چی؟ فهمیدی چی گفت؟ گفت هیچکی بک تو نداره تکی آفر میگه کسی پشتتو نداره تو تگی ولی خب میگم این فکر کنم اینجوری فلبده های واسه یکی داره میگه منظور خاصی هم نداره ولی خب میگم دیگه دیریله دیگه دیریل باید گنده گویی کنی کم به صبح کسی بک تو نداره تکی بیا با گنگت باز کارد لکی اینا همه ایتر مهرزم ولی جون تونی کارو گوشت و زکی بینم مردشی کارد لک بشی و دوباره خواهی داری آب لاک بری دلی میزنم میگامت یریز اگه باز ببینم دم سینز بری کک نگیر اگه از تعمش چری بیا سر تپه ما همه استدیم فیلمت میکنیم جنگ استری و چینگت حتی اگه منچستری حاجی چک کن ببین دم در فت نیست اگه از بکاپ باشن خیلی سکسی کیجی فکارو باسم بیاراز این فیلم همه اینا رو حفظه؟ آره دیگه جلو چیزی نیست؟ فکر نمی کنم پشمام آقا آخه اصلا تو این برنامه فکر نمی کنم هر باشه چیزی جلو تو باشه خیلی داره میخونه به نظر خیلی و اینکه همین که ببین حفظ داره میخونه اصلا نمیدونم اشتباه نمیزنه و نمیدونم توپق نمیزنه آره همین یعنی حرفه‌ایه به تمام معنا آره دیگه بالاخره ببین تو زنده خوندن کلا با پشت تو استودیو خوندن خیلی فرق میکنه حتما اینطوریه خب آره من نمیدونستم این برنامه دیدیم زنده. رپرهایی که تو اجرای زنده چیکارا کردن آره. خب ولی خب اینو آقا اجرای زنده است دیگه ببین داره چیکار میکنه ولی خب در کل یه چیز ساده داره میخونه دیگه دیدی که فلو خاصی نداره همینطوری داره میخونه یه فلو ساده انتخاب کرده داره میخونه میره جلو ولی همین که این همه متن رو داره پویسترم رگ اینقدر قشنگ و شمرده میخونه و ادا میکنه خیلی خودش
اما میگم واضح میگه کلاموشو، همیشه هم میگه. آره. خیلی خوبه. آفرین. حاجی چک کن ببین دمه در فت نیست، اگه از بک هاپ باشن خیلی سکسی کیجی، پکا رو واسم بیار از انفیلد، اگه نه بک هاپ باشن خیلی جدی بیبی، چاکلت اسکی مثل هشلی فندی، تنش پلو چیل پا نتفلیکس، اگه سفر رو برم پلو بابا من مجبورم بک هاپ باشن توی بلژیک. میگه اگه بخوام پیش بابا من برم سفر فکر کنم باباشم بلژیکه، گفت بلژیک بعد بک هاپ من باشه، یعنی پشتیبان، نیروی پشتیبان و گارد ویژه و این چیزا باشه که خط روش نیافته. اگه سفر رو برم پلو بابا من مجبورم بک هاپ باشن توی بلژیک. Yeah boy, 0-2-1 kid in the building. Yeah, I see you, my guy. Yeah, come on, bro. I see you. He's on fire. I can't understand everything you're saying, but I can feel it. You know what I'm saying? Come on, bro. چه لحظه‌ای داره این چارلی اسلاسه، اصلا یه انگلیسی تبار اصیله و این که میگه من هیچی از این چیزا که گفتی رو نفهمیدم ولی من میتونم حست کنم برو. من can't understand everything you're saying but I can feel it. Yeah, come on bro. تو حست کن. And that right there. That's what we like to call fire in the booth. Fire in the بوف. دیدی؟ قیافش هم خیلی انگلیسی اصلا. So bro, what's the story man? Where you from? Yeah, I'm from Iran man, I'm Persian. I respect that, the face of the Persian. Yeah, come on bro. My brother. Yeah fam. So what, you located over here now? Yeah, I'm located in West London. West London? Yeah, West London. I'm from London. Nah man. I'm just playing. So how long you been over here? Nah, it's been 5 years or so. Okay. Yeah. Okay. And bro. فکر کنم گفت چند ساله تو این کاری، گفت پولوشو 5 سال این چیزا. آره. How long you been over here? Nah, it's been 5 years or so. Okay. Yeah. Okay. And bro, like for you to be representing like the Persian thing to the level that you are, bro, it's a beautiful thing, and I tip my hat and salute it every time, my G. Yeah, come on, bro, it's really beautiful, and people are absolutely loving it when they see my name next to your name, Charlie Slug. میگه راست، میگه اون از این تعریف کرد، حالا دقیق نفهمیدم چی گفت ولی خب زیرتون ممکنه مثلا احتناش نشون میده دیگه. میگه مردم منم از این که اسم منو کنار اسم تو میبینن خیلی مثلا احساس غرور بهشون دست میده، خوشحال میشن. بالاخره خب آدم گنده ایه دیگه. آره آدم گنده ای و بالاخره اینترنشناله، بین المللیه. و همین که زیرتون میبون که تو این برنامه است یه مایه افتخار واسه ما. آره واقعا. آره خودش. آفرین. Beautiful and people absolutely loving it when they see my name next to your name, Charlie Slug. Yeah, I respect it. Come on, man. Yeah. You're gonna support that. Oh, you come through, you done your thing. I respect come it, on, bro. My G. 021 in the building. So I hope you enjoyed that fire in the booth. What you gotta do now is click here to see. آخر ویدیو آره دیگه هیچ نیست. آترو دیگه. اون اینترو این آترو. خب آقا آفرین. آفرین زیرتون وان کیت که اینطوری واسه رپ فارس داره زحمت میکشه و گفته بود دیگه، گفته من دارم میخوام رپ فارس رو خورد جهانیش کنم دیگه، داره جهانیش میکنه. دمش هم گرم، هم تو اون برنامه خیلی خفن بود هم اینجا خوش. آره. ولی خب این دوتا برنامه این چون یه خورد فکر کنم چون لایو بود یه خورد سعی کرد ملو بخونه و یه ربند عادی رو تی کنه، ولی اون پلاگینش خیلی عصبی بود. آره یادم اومد جنگی اومده بود جر میداد خیلی خفن، ولی اینم خب خیلی خوب بود، اینم کامل مسلط قوی خوب خوند. آقا لذت بردیم، امیدواریم که ویو این ویدیوش هم تو این برنامه فارین ده بوث هم زیاد بشه. آره بره بالا. حرف دیگه نداریم؟ حالا سابسکرایب رو همش من رسده سابسکرایب کنید، لایک کنید، لایکاتون خیلی مهمه، بهمون خیلی انگیزه میده، کامنت بذارید، دوستتون دارین کلی زیاد، همراهی کنید لطفا. سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره تا ویدیو نه دوستتون داریم کلی زیاد تا ویدیو بعد. مخلص.